توی فانال کات ما ابزاری داریم به نام کویک ویو چیز فوق العاده جالبی هست شما میتونید باش اگر سکانس خاصی رو انتخاب بکنید مثلا من اگر اینجا انتخاب بکنم بگم به جای ویور کنوس من رو نشون بده یا اتوماتیک بزنم هر جایی که باشم اون رو انتخاب میکنم و نشون میده اینجا میگم کنوس یا در واقع این رو نشون بده و به محض اینکه پلی رو بزنم چهار ثانیه از جایی که انتخاب شده باشه عقبتر و جلوتر رو نشون میده خود شاید شما بگید که این عنوان با play around که ما اینجا داریم در واقع این play ماست این play around ماست و این هم play into out ماست با play around ما چه تفاوتی داره این هم همین کار رو میکنه تفاوت فوق جالبی که quick view داره توی اینه که شما اگر به یک کلیپ به طور مثال به این کلیپ افکتی بدید چیزی بدید که رندر کردن رندر نیاز داشته باشه توی شرایط عادی به طور مثال من این ویرپول رو بهش نسبت میدم فیلتر دیستورت ویرپول چون همونطور که شما میبینید بولد نیست و نیاز به رندر داره برش دابل کلیک میکنم میام اینجا توی فیلترز درجهش رو بیشتر میکنم جای این رو تغییر میدم میارم اینجا و همونطور که شما میبینید اینجا الان نیاز به رندر داره یعنی من اگر بیام اینجا توی تایملاینم پلی رو بزنم فیلتر رو نشون نمیده علتش اینه که پلی بیس لیر اونلی روشنه اه من این رو خاموش میکنم و پلی رو میزنم همونطور که شما میدید آن میزنه اما اگر من همینجا باشم بیام توی تولز کویک ویو و کانواس پلی رو بزنم همونطور که میبینید چهار ثانیه از عقبتر و بعدش رو میتونه نشون بده خب شاید این خیلی به درد شما بخوره توی کارهایی که ممتد نیاز به رندر پیدا میکنید بیاید به اون جایی که میخواید و توسط کویک ویو نیاز رندر رو توی اون لحظه رف بکنید همونطور که شما اینجا میتونید چند تا مود کویک ویو داشته باشید که به طور مثال توی یکیش ویورتون رو ببینید با کوالیتی یک چهارم یا نصف مثلا اگه فایلتون HD باشه خب خیلی تاثیر میذاره توی اون حجم فایل و یا فول بهتون نشون بده و کم خب از رو خب امیدوارم از کویک ویو هم بتونید به بهترین شکل استفاده بکنید